همراهان عزیز سینما هایلایت سلام، ممنون که با ما همراه هستین. لطفاً برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کنید و دوستان علاقمند به سینمای خود را به کانال ما دعوت کنید. حسام محمودی، بازیگر جوان سینما و تلویزیون، در سن 37 سالگی درگذشت. محمودی که این روزها فیلم سینمایی غریب را روی پرده سینما دارد، نخستین بار با سریال گاهی به پشت سر نگاه کن بازیگری را شروع کرد و با مجموعه گرگ و میش به شهرت رسید. فیلم اطرالود در کنار فیلم غریب از آخرین آثار این بازیگر در جشنواره فجر سال گذشته بودند. یادش گرامی. ویدئوی صحبت‌های نوید محمودی، علیرضا کمالی و شهره سلطانی در مراسم خاکسپاری پیکر زنده یاد حسام محمودی، بازیگر سینما و تلویزیون، از پربازدیدهای مجازی هفته گذشته بود. حسام عجیب ترین اتفاق این چند وقت بود. آقای پوراحمد پیشترش، حسام یه کاری با من کرد که واقعا تا ساعتها نمیتونستم باور کنم، چون بسیار دوستش داشتم و بسیار عزیز بود و نجیب بود و دوست داشتنی. ازتون میخوام که لطفاً 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 هر کسی صدای منو میشنوه، تو رو به قرآن مراقب ماها باشید. ما خیلی موجودات تنهایی هستیم که میخوایم شما رو راضی نگه داریم. در کالبد نمی گنجن شیدایی هستن، سودایی هستن، بلکه عاشقن. روح بزرگوار حساب از این قبیل ارواح سریال لحظه گرگو میش بیدیم که میدونم همه تون بیدیم، همه تون این سریال دوست داشتیم، هادیه قصه ما بود، همه همون دوستش داشتیم. من نمیتونم چی بگم از خوبیاش، از نجابتش، از شرافتش، از اخلاق حرفه‌ایش، از مهربونیاش، نمیدونم چی بگم، ولی همکار خیلی خوبی بود، دوست خیلی خوبی بود. و چند ماه پیش متاسفانه ما با هم صحبت میکردیم و قرار بودش که با هم تئاتر کار بکنیم، نشد، قسمت نشد. سال گذشته در همین ایام بازار میتو و اعترافات آزاردیدگان بسیار داغ بود و در این میان نام مهدی کوشکی و حبیب رضایی هم به چشم می‌خورد. همان زمان شبنم فرشادجو به افشاگری درباره این هنرمندان و فعالیت آنها پرداخت و این افراد هم بعدها به جرم افترا از او شکایت کردند. در پی شکایت مهدی کوشکی و حبیب رضایی از ترانه علی دوستی، بابک کریمی و شبنم فرشادجو به علت نشر اکاذیب و افترا بعد از تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس پرونده، قرار منع تعقیب برای این سه بازیگر صادر شد. بر اساس تصویر منتشر شده از رأی دادگاه این پرونده، از ترانه علی دوستی، بابک کریمی و شبنم فرشادجو از افترا و توهین رفع اتهام صورت گرفته. مسئله خشونت و آزار جنسی در سینما و تلویزیون از سال گذشته بعد از بیانیه 800 زن به یکی از مباحث اصلی سینمای ایران تبدیل شد و به نظر می رسد بعد از این حکم باز هم مورد توجه قرار بگیرد. 14 اردیبهشت ماه 1327 زادروز عزیز ساعتی، مدیر فیلمبرداری و عکاس سینمای ایران بود. وی برنده سیمرغ بهترین عکاسی از هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم دستفروش در سال 1367 و برنده سیمرغ بهترین عکاسی در هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم بایسیکل ران در سال 1368 است. کارشناس مسئول امور سینمایی خراسان جنوبی از ممنوعیت ورود افراد بی‌حجاب به سینماهای استان خبر داد. 14 اردیبهشت سال روز درگذشت زنده یاد اسماعیل داورفر، بازیگر فقید تئاتر سینما و تلویزیون بود.
یادش گرامی. اولین ویدیو از توضیحات حمید هیراد درباره آخرین روند درمانی و شرایط جسمیش در حاشیه نشست خبری کنسرت از ویدیوهای پربازدید هفته گذشته بود. با آرزوی سلامتی برای حمید هیراد. بعد از انتشار تصاویر آتیلا پسیانی در مراسم نکوداشتش، خبرهایی درباره بیماری او در فضای مجازی منتشر شد و به تازگی ستاره پسیانی در پاسخ به نگرانی‌هایی که درباره سلامتی پدرش ابراز شده است خبر داده که درمان آتیلا پسیانی به پایان رسیده و گفته است که خدا را شکر بیماری از بین رفته است. واکنش داریوش مهرجویی، کارگردان مطرح ایرانی به سوالات بی‌ربط یک خبرنگار پس از اکران فیلم گاو در لوکزامبورگ هم خبرساز بود. Showing your solidarity with the people of Iran, just like your other colleagues, like Jafar Panahi and Rasulov. I don't understand what you're talking about because I can't hear you well. So are you showing your solidarity with the people of Iran? But I ask you, no, listen to me. Because before starting this session, I ask you, don't push me into political discussion. Because this, we are here because of this film. And your duty is just to look at this film and talk about this film. It's like you are here and you want to discuss surgery or the art of painting. But the film was a political film. I said it's cinema and it's this film. And I'm here, the director of this film. It's your duty to ask me about the film, nothing else. What do you care about my political situation? Why do you ask that question? This film was a political situation. What do you want? Do I ask you why have you put on that shirt? To ask me, tell me, why do you put that shirt? Because... Yeah, what color? Why did you choose white? Because of peace. Thank you. 17 اردیبهشت 1351 زادروز اسفر فرهادی، کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده ایرانی و برنده 2 جایزه اسکار و 1 جایزه گلدن گلوب بود. اکران تابستان سال 1402 بعد از تعطیلات نیمه خرداد ماه با اکران 5 فیلم شروع می شود که در میان آنها فیلم رفع توقیف شده مصلحت و یک کمدی به نام شهر هرت دیده می شود. ضمن اینکه فیلم کت چرمی با بازی جواد عزتی هم متقاضی اکران در این بازه زمانی است. در هفته‌ای که گذشت صحبت‌های رضا کیانیان در مراسم نکوداشت آتیلا پسیانی هم مورد توجه کاربران قرار گرفت. ما خیلی راه‌های مختلفی داریم که بتونیم بریم رو صحنه و با این ماجرایی رو که در واقع خانم‌ها رو سرشون رو برداشتن سازگار باشه. من نمی‌خوام هیچ وقت تو رو مجبورت کنم که رو سر بزنی. نه، نمیگم موات بزنی. و از اون حسیدیا گفتم، اونا تهش اونا هم دیگه. خب نه، تو حقته که روسری نداشته باشی، حق شهروندیته، این خیلی طبیعی و معمولی و ایناست. اما میگم که حزب‌اللهی ترین حزب‌اللهی های جهان که همون حاسدیکا هستن، که حزب‌اللهی من به پای اونام نمیرسن عمرن، اونام راحت پیدا کردن. ما هم باید راحت پیدا کنیم. ما نباید صحنه رو خالی کنیم، ما باید صحنه رو پر نگه داریم. توی فیلم های ما همیشه سیاه اون یارو رو نابودش میکنیم خودمون، یعنی خودمون باید از خودمون نابودش میکنیم. من برام این از فیلم تلخ خوشم نمیاد، چون فکر میکنم فیلم تلخ اتفاقا همون چیزیه که حاکمیت ما میخواد، چون ما همیشه شکست میکنیم توش. تو اون فیلم ها ما همیشه شکست میکنیم، ما همیشه محکومیم که این زندگی محتوم رو ادامه بدیم. خب ما اینو نداریم، ما شادی نداریم تو سینمامون. شادی نه به عنوان طنزهای به سر و پیش پا افتاده و پای تنه و مسخره بازی، نه، شادی. و ما رؤیا هم نداریم، چون نمیدونیم فردامون چی میشه. ما تئاتریا باید و مجبوریم
مجبوریم که شادی داشته باشیم، مجبوریم رویا داشته باشیم و مجبوریم قهرمان باشیم توی زندگی خودمون. و این ته رو میخوام جمع‌بندی کنم که آتیلا قهرمانه توی زندگیش، سیمین قهرمانه توی زندگیش، محمد رحمانیان قهرمانه توی زندگیش، برای اینکه در هیچ شرایطی کوتاه نیومدن و کار خودشونو کردن. پس از کشف حجاب افسانه بایگان در هفته گذشته، ویدئویی از حضور بی‌حجاب او روبروی عکاسان و خبرنگاران منتشر شد. 18 اردیبهشت ماه سال روز تولد زنده یاد عزت الله مهراوران، هنرمند فقید کشورمان است، یادشان گرامی. برای شقایق دهقان، بازیگر سینما و تلویزیون که در روزهای گذشته بدون حجاب در کافه کتاب یکی از انتشاراتی ها حاضر شده بود، پرونده قضایی تشکیل شده است. پیش از این پلیس برای کتایون ریاهی، پانتعا بهرام، افسانه بایگان، فاطمه معتمداریا، باران کوسری و دیگر بازیگران زنی که کشف حجاب کرده بودند پرونده تشکیل داده و به مراجع قضایی ارسال کرده بود. در هفته‌ای که گذشت، فریما فرجامی، ستاره سینما در دهه 60، 71 ساله شد. صحبت‌های گستاخانه بهروز افخمی درباره جهان پهلوان تختی و پسرش هم در هفته گذشته خبرساز بود. نمایش داده نمیشه. در واقع کوشش میشه که فراموشانده بشه. برای اینکه خب تخت تصمیم گرفتم. نه، خود فیلم. البته خب در مورد تختی هم شاید بخوایم بگیم که اون واقعیت‌هایی که در دوران خودش دور و برش بوده سعی میکنن که ندیده گرفته بشه، فراموشانده بشه، یه روایت‌های قلابی رو سعی میکنن که جا بندازن. این نام تختی بیشتر کار میکنه از واقعیت تختی. بله، یعنی در موردش دروغ زیاد میگن، در مورد فشارهایی که بهش آوردند، از آزارهایی که بهش دادن سعی میکنن که هیچی نگن. مثلا در مورد تختی، یادم اون موقعی که شروع کردیم، پسر تختی یک نامه ای نوشت برای مجله فیلم. مجله فیلم هم شاید نقش داشت اصلا در تحریک پسر تختی برای نوشتن اون نامه، که نوشت که من نمیدونم باید شکایت بکنم یا چکار بکنم، این ظاهرا از پدر من میخوان رمبو درست کنن. ما هم خیلی راحت گفتیم که فقط بهش پیغام بدین که به تو مربوط نیست. و اون موقع 11 ماهت بوده وقتی پدرت از دنیا رفته، من حداقل 11 سالم بود. دو هفته پیش بود که مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران از تشکیل پرونده قضایی برای کتایون ریاهی و پانتعا بهرام خبر داده بود. پلیس دلیل تشکیل پرونده و جرم را کشف حجاب در ملأ عام و انتشار تصاویر در فضای مجازی اعلام کرده بود. حالا بر اساس اعلام خبرنگار سینما اعتماد، مجازات حضور بدون حجاب شرعی این بازیگران در انظار عمومی جزای نقدی تعیین شده که این رقم دقیقاً 1,000,000 تومان است. صحبت‌ها و توهین‌های ابوالقاسم طالبی به رضا کیانیان و خانواده‌اش در برنامه تلویزیونی شبکه افق هم از اتفاق‌های تلخ هفته گذشته بود. آقایی که مثلا حالا بهش میگن سلبریتی یا هنرمند یا هر چی، خود این بنده خدا بچه‌ش اونجاست. خودش تو پیکار بوده. اول انقلاب پیکاریا، بچه‌ها اونایی که حالا نمیدونید بدونید، پیکاریا گروه مسلحی بودن که جنگ مسلحانه میگن، یعنی تو خیابون اومدن آدم میکشتن، کارم نشدن کی به کیه، تا 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 هر کی ریش داشت، مثلا تو اگه اون روز بودی کشته شده بودی، الان شهید شده بودی، هر کی ریش داشت، هر کی شلوار نظامی داشت، هر کی عکس امام تو خونش بود، اونا میذارن میکشتن. خب این پیکاریه بعد داداشش هنرمند بوده، اومده بعدم تو هنر اومده، مثلا الان جمهوری اسلامی لطف کرده اینو بخشیده، اومده تو تلویزیون چهار تا بازی کرده، بعد حالا یه آدمی شده که آقا این هم تو چپ میره راست میره، جمهوری اسلامی یه سیخی میزنه، هر مرده‌ای که میمیره این میره مرده خوری میکنه، شروع کنه بالا سر سخنرانی علیه جمهوری اسلامی، هیچی هم بهش نمیگن، فکر میکنه که هیچی بهش نمیگن، کسی نمیدونه، کسی آقا اینجوری باید اینو مطبوعات بنویسن براش، مطبوعات انقلابی باید بگن آقا تو اینی اینی اینی، شلوغش نکن، زندگی بابات این بوده،
میگی من 40 سال بدبخت شدم، چرا تو این 40 سال یه روز خوش نداشتم؟ بابا چی بوده؟ خوشیای شما چی بوده؟ الان چی؟ حالا یه وقتی که تاجر بوده و خیلی وضعش خوب بوده، انقلاب اومده مصادرهش کرده، بدبختش کرده، برای شما که همه چی تو انقلاب اسلامیه. در هفته گذشته اظهار نظر مسعود فراستی پور بار دیگر در فضای مجازی وایرال شد. کاربری در فضای مجازی با انتشار این قطعه ویدیو از مسعود فراستی نوشته است: آقا اینجا فراستی داره جنگ جهانی سوم رو نقد میکنه، برمیگرده میگه زیر تمام پلانهای فیلم نوشته شده به نام ایران، من برام سوال شده که تو نسخه‌ای که دیدم همچین چیزی نبود. رفتم سرچ کردم، دیدم بله، اسم سایتی که استاد فیلمو ازش دانلود کرده به نام ایران بوده. بدونی که شعورش داشته باشه فیلم و نه فیتلر. این نظر تفکر سیاسی و خیلی 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 زور داره که زیر تمام پلانهای فیلم نوشته میشه به نام ایران. نه ایران میفهمه، برای جشنواره های درب و داغون اونوری ساخته شده، اولین بار هم اونجا نمایش داده شده به نام ایران. 5 سال بعد از گفتگوی جنجالی آرش زلی‌پور با مسعود فراستی و تعطیلی این برنامه به بهانه ویدیو جدید وایرال شده از فراستی، آرش زلی‌پور به روایت پشت پرده های این برنامه و عذرخواهی اجباریش از فراستی پرداخت. زلی‌پور در یادداشتش نوشته: شما مهمون برنامه من و شما بودین و برای حضور در برنامه وجهی هم دریافت کردین تا پاسخگوی سوالات من باشین. اینکه چی شد به یک بار درست 2-3 دقیقه مونده به شروع برنامه اعلام کردین فقط به سوالاتی که مد نظر خودتون هست جواب میدین و همه چیز رو گردن هادی قندی تهیه کننده برنامه انداختین نمیدونم و حتما درباره لحظه به لحظه اون اتفاق جایی حرفامو میزنم، اما میدونم بالای 90% از مخاطبها 28 دقیقه گفتگوی من و شما رو ندیدن و فقط به هایلایت های فضای مجازی بسنده کردن. قبل از اینکه شبیه خودتون با شما رفتار کنم، 5 بار به من توهین کردین. به من گفتین خال زنک، به من گفتین هیچی نمیفهمی و من سکوت کردم. تا جایی که به من گفتید بی سواد. راستش اون روز به درخواست مدیران شبکه عذرخواهی در صفم گذاشتم که حتی متنش رو هم خودم ننوشته بودم و سکوت کردم. روزی که ابیات شاهنامه فردوسی را غلط خوندین، خیلی ها گفتن حالا جواب بده و بگو بی سواد کیه، اما باز زبان به کام گرفتم، چون اعتقاد دارم بهشت و جهنم همین دنیاست و خدا به موقع یقه آدم ها رو میگیره. امروز که این ویدیو از شما در صفحه رسمیتون منتشر شده، ناخودآگاه لحظات اون برنامه در ذهنم زنده شد که با غرور نشستین و در حالی که پول حضور در برنامه را گرفته بودین گفتین من به سوالات شما جواب نمیدم و سر آخر هم برنامه را ترک کردین و در نهایت من توبیخ شدم. برنامه با اون همه مخاطب تعطیل شد، من ممنوع الکار شدم و شما سر حال تر از قبل به کارتون ادامه دادین. خواستم بگم دنیا کوچیک آقای فراستی، هم گرده و هم کوچیک، خدا بزرگه، به موقع میدونه باید چیکار کنه. گاف امروز شما و البته در این سالها شبیهش کم نبوده، مثال شاهنامه خونی شما که هیچ وقت از ذهن کسی پاک نمیشه، نشون داد که سواد داشتن به فوش دادن به دیگران و کوچک کردن و تخییر کردنشون نیست. من 5 سال صبر کردم تا به بقیه ثابت بشه بی سواد شما این و با 4 تا فیلم دیدن و فخر فروختن و ادای منتقد خاص در آوردن کسی با سواد لقب نمیگیره. عرض شد که اگر برنامه 7 رو میدیدید، الان من همه برنامه 7 رو دیدم. حتی یادم میاد که ته اون برنامه خانم تامین میلانی، این جملهش خانم میلانی گفت شما هیچی از زنان نمیفهمی. آقای جرانی به شوخی به شما گفت بابا مسعود 2 تا زن گرفته، مگه میشه چه نفهمه؟ که من کلی هم ماجرا شد، حتی میگم دقیق شنیدم تمام خال زنکی ها شب شنیدی؟ همه رو شنیدم، اصلا نشد همه رو شنیدم. مهمترین بحث اصلا نعیمی و چی جوری زدین حرفتو تموم کن، چون ادب نداری که بذاری حرف. نه 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 نه،
گفتمان باید شکل بگیره. شما نقطه نداره حرفات. خیلی من که نمیتونم، شما مهمون منید و مناظره نیستش که شما باید یک جمله بگید. من با احترام به مخاطبای من و شما جمله رو تموم میکنم و جلسه رو کات میدم. من اومدم که بگم هزارپا، لس آنجلس، آمپول و غیره، اینا فیلم های به شدت ضد اجتماعی و مستحجنی هستن، از نظر سینمایی هم هیچ ارزشی ندارن و جای هیچ افتخاری ندارن. گرایش به این فیلم ها، بالا بردن دستمزد بازیگران این فیلم ها در واقع هم ضد سینما ایرانه، هم ضد مخاطبه، هم ضد اجتماعیه. همه شما رو به خدا میسپارم. خیلی مخلصم، دست شما درد نکنه. سوال بعدی من واقعا از آقای فرستی بودش که میخواستم رایگان ازشون بپرسم که بذار قشنگ بگم دونه دونه سوال هایی چه. خیلی خیلی عجیبه برای من که سوال های من کاملا سوال هایی بودش که یک هفته ما تو اتاق فکرمون حرف زدیم، فکر کردیم. حالا آقای فرستی میگن که حرف نزدیم در موردش، اتفاقا حرف زدیم. پارسال که قرار بود آقای فراستی اولین برنامه فصل دوم بیاد توی من خودم بهشون زنگ زدم، گفت فقط من در مورد سینمای جهان صحبت میکنم، عین جملهشون. و من گفتم نه، من سینمای جهان اصلا دغدغه مخاطب برنامه من نیستش و ما کنسل کردیم حضورشون تو برنامه و آقای نصیریان حضور پیدا کردن تو برنامه. تو این چند روز گذشته که آقای قندی صحبت گتایی کنند با فراستی، بهشون گفتن که ما میخوایم در مورد سینمای ایران صحبت کنیم، کلی اتفاق افتاده، کلی ماجرا پیش اومده و هم نقدی که ایشون داشتن، یک سوال های من بود، حالا جلوتر برات میتونم سوال هم بخونم و یه سری هم که به حال مسائلی هستش که ربط داره باز به این سینما، از اینکه این بازیگر بدیه، این بازیگر خوبه، یه سری دلایلی هست. به نظرم نمیشه آدم حرف بزنه و بره، حرف بزنه و بمونه. من یه چیز خیلی خوشحالم، از سال نمیدونم فکر کنم 90 بودش که حبرم 7 شروع شد، 7 سال آقای فراستی هر جا نشست، تو هر برنامه نشست، با نقدهای تو در واقع توهین‌آمیز خیلی جاها ارجاع میدم به کلمه‌ای که در مورد مسعود کیمیایی گفت که بابتش چند ماه گفتن که سر برنامه نیا، ارجاع میدم به حرفی که در مورد آقای تبریزی زد، ارجاع میدم به حرفی که در مورد آقای کیارستمی زد، در مورد برنامه‌ای که شما رو حتما دعوت میکنم با اصغر نعیمی داشت بریم ببینیم، با خانم تحمینه میرانش ببینیم. و تر تمام این سالها اجازه نداد کسی، در واقع به خودش این اجازه رو نداد که یک جواب درشتی بده. گفتن گوش کردن حرف آقای فراستی، حالا به زعم خودشون فکر کردن که خب قطعا الان من دارم تأثیر گذارم، من یک منتقد درجه یکم، پس میتونم حرفامو بزنم. ولی خب اینجوری نیست واقعا، اینکه رسانه جای گفتمانه، این برنامه باید این گفتمانه شکل بگیره. نمیشه که آدم بره مهمونی خونه یکی، نمیدونم کدوماتون تا این کاری کردین که بگی که آقا من فقط قرمه سبزی میخورم، درست نکنی برام مثلا فسنجونا. این برنامه ذاتش اینه. آقای فراستی دیروز چندین بار از آقای قندی خواسته بود که من بهش زنگ بزنم و من برم دنبالش، دوباره امروز صبح به من گفت بیا دنبالم، دوباره ظهر به من گفت بیا دنبالم که با هم حرف بزنیم. و در تمام این سالها ما خیلی با هم دیگه چالش داشتیم به واسطه حضور برادرم تو برنامه هفت احسان که داشت سالها کار میکرد، اصلا راه اندازی برنامه هفت با ایشون و فریدون جیرانی و حمید پنداشت و بچه ها بود. خیلی برای من جذابه که الان اومدن نشستن و تاب نقد ندارن. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. ما در این برنامه سعی می‌کنیم خلاصه حواشی و اتفاقات سینمای ایران را به صورت خلاصه و در یک برنامه کوتاه جمع‌آوری کنیم. امیدواریم با پیشنهادها و انتقادهای خود به ما در بهتر شدن این برنامه کمک کنید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.